تشکیل بشه. دلیلش هم به همین خاطر است که لیتوگرافی هایی که مرسوم هستند و استفاده میشن نمیتونن که توی این طول موج مورد استفاده قرار بگیرن، بنابراین از این پرتو الکترونی استفاده میشه و این داتا استفاده میشن. اما دات ها شکل های مختلفی هم دارند که ما الان به صورت دایره نشون دادیم، به صورت مربع و مثلث هم هستند که بسته به فرایند و کاربردی که دارن از این شکل ها هم استفاده میشه برای دات ها. روش های هم برای ایجاد دات های کوانتومی در ابعاد کوچیک وجود داره که از اونها میتونیم به خودسازمانی یا سلف اورگانایزیشن اشاره بکنیم. مشکل این روش هم در موقعیت دات ها است که معلوم نیست که دات ها دقیقاً اونجایی که ما میخوایم قرار میگیرن یا نه، دیگه چون به هر حال خودسازمانی هست معلوم نیست که چقدر منظم باشند و کجا قرار بگیرن این دات ها. تکنولوژی QCA مطابق با هر تکنولوژی که میاد یه سری مزایا و معایب داره در مقایسه با تکنولوژی که وجود داره و قدیمی تر است از این تکنولوژی. مدارهایی که تحت تکنولوژی CMOS ساخته میشن تفاوت بسیار چشمگیری در مساحت، یعنی فضایی که اشغال میکنن، و میزان توان مصرفی نسبت به این مداراتی دارند که با QCA ساخته شدن. به این معنی که مدارات QCA چون در ابعاد نانو هستن بسیار کوچکتر هستن نسبت به مداراتی که تحت تکنولوژی CMOS ساخته شدن و توان مصرفی اونها هم بسیار پایین نسبت به مدارات CMOS. به همین دلیل میتونیم ما QCA رو یک تحول بزرگ در حوزه علم کامپیوتر و مدارهای منطقی به حساب بیاریم. ابعاد سلول QCA یعنی یک سلولی که ما برای QCA داریم در حد مولکول یا اتم قابل پیاده سازی هستش و همچنین به دلیل اینکه جریان در مدار QCA جاری نمیشه به اصطلاح توانشون بسیار پایین اومده، چون که توی مدارات CMOS جریان به حرکت در میاد در طول مدار و حالا طبق عناصری که داخل این مدار هستن ما توان مصرفیمون بالاتر میره و پایین تر مفالتا با چیزایی که هستن. اما در QCA ما فقط جابجایی الکترون ها بین دات ها رو داریم که اینجا توانی مصرف نمیشه به اون شکل، فقط کافیه که یه حالت اولیه به الکترون ها داده بشه و طبق رفتاری که انتظار داریم این حالت ها همینطوری ادامه پیدا کنه و تا سلول آخر بره. اما یه سری از تعامل های مغناطیسی که در QCA انجام میشه و همونطور که میدونید این الکترون ها که همدیگر رو دفع میکنن به دلیل نیروی مغناطیسی هست که بینشون به وجود میاد به اصطلاح، باعث میشه که کندتر باشن از تکنولوژی CMOS. بنابراین به دلیل اینکه کند هستن نیاز شدید به کلاک توی اونها وجود داره. یه کلاک نیاز داریم که بتونه این سلول ها رو به صورت هماهنگ شده جلو ببره و زمانی که ما یک ورودی رو به یک مدار میدیم باید این کلاک وجود داشته باشه که سر زمانی که نیازه و باید رفتار سلول ها تغییر پیدا کنه و هر سلول تونه مقدار جدیدی به خودش بگیره. همونطور که گفتم گیت های اند و او رو اینها هستن که QCA ساختارهای ساده ای رو برای این گیت ها ارائه داده که در چند سال جلوتر خواهیم بود. اینورت کردن یا نات هم از دیگر مزایای تکنولوژی QCA است. یکی دیگه از عیب هایی که QCA داره اینه که باید در دمای زیر 70 درجه کلوین با QCA کار کرد، یعنی پاسخی که به دست میاد دچار خطا میشه. و کلاک، همونطور که گفتم کلاک نقش بسیار بسیار مهمی در مدارات QCA داره، چرا که حرکت الکترون ها داخل سلول رو کاملا کنترل میکنه. دلیلش همین از زمانی که اطلاعاتی به یه گیت میرسه، شما فکر کنین که گیت اند باشه، این گیت اند دوتایی که قرار A و B رو برای ما اند بکنه، اگر A و B با هم نرسند امکانش خیلی زیاده که پاسخی که این گیت به ما میده اشتباه باشه، چون که ممکنه که در لحظه‌ای که ما میخوایم A مقدارش صفر باشه اما در لحظه بعدش مقدارش یک باشه. اگه این دوتا با یک کلاک به اون گیت نرسند پاسخی که به دست میاد در خروجی اون گیت اشتباه میشه و همین دلیل هست که کلاک بسیار مهمه در QCA. کلاک هم 4 تا فاز داره. یه فاز سویچ داره
که توی این فاز نیروهای مانع حرکت الکترون ها در داخل هر سلول شروع به افزایش میکنن، به این شکل که این الکترون ها مدام در حال جابجایی هستند بین حفره هایی که هست و هنوز هیچ مقداری به خودشون نگرفتن. و اگه بخوایم به صورت تئوری نشونش بدیم، همون شکلی است که 4 تا الکترون رو در 4 تا حفره قرار دادیم، هنوز معلوم نیست که چه مقداری رو به خودش گرفته این سلول. و در فاز بعدی که هولت هست، این نیرویی که داشت حرکت الکترون ها رو کند میکرد به مقدار حد اکثر خودش رسیده و الکترون ها ثابت میشن. مرحله بعدی ریلیس هست، اون مقدار حد اکثری که وجود اومده بود کم کم دوباره از بین میره و الکترون ها کم کم اون حالتی که کاملا در حالت نامشخص بودن سر میکنن تا دوباره زمانی که بخواد این مراحل طی بشه و این نیروی جدید بشه اضافه بشه و دوباره این مراحل از شروع.